جراحی قلب بخشی از علم جراحی است که تاکنون با پیشرفت‌های علم طبابت در افغانستان هم تا حدی جراحی قلبی امکان پذیر شده. اینکه کدام نحوه‌های جراحی قلب در افغانستان انجام میشه برای گرفتن معلومات بیشتر در این مورد با دکتر منوچهر تیموریان جراح قلب که از طریق اسکایپ با ما هستند گفتگو میکنیم. دکتر صاحب سلام به شما و تشکر از حضورتان در برنامه. نخست اگر لطف کنین در مورد نحوه‌های جراحی قلب در افغانستان کمی بر ما معلومات بدین و اینکه تاکنون در او کشور چه امکاناتی وجود داره و چه نوع جراحی‌های قابل انجام است. بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما همچنان، سلام به شما و تمام دستاندرکان و تلویزیون آشنا. جراحی قلب یکی از جوانترین بخش‌های جراحی خصوصا در مملکت ما در افغانستان است که از مدت تقریبا در حدود 3 سال یا 4 سال میشه که شروع شده. البته قبلا ما توسط پروفسورهای خود بعضی عملیات های جراحی قلب در حدود 40-45 سال پیش اجرا می شد، عملیات های بسیار ساده و بسیط، ولیکن حال به فضل خداوند عملیات های بسیار مشکل، حتی ما می توانیم به شکل رقابتی با کشورهای همسایه بعضی عملیات های قلبی را پیش می گیریم. عملیات ها شامل تمام عملیات های جراحی قلبی نزد کاهلان و خصوصا نزد اطفال برای سوراخ‌های قلبی اجرا میشه. دکتر صاحب، از نظر تکنولوژی آیا افغانستان به حد پیشرفت کرده که بتانه برای تشخیص و معاینات جراحی قلبی در دسترس نیازمندان امکانات قرار بده؟ بله، چرا نه، ما فعلا به فضل خدا به تمام مجهز به تمام تکنولوژی‌های پیشرفته به سطح دنیا که میتونیم تمام عملیات های قلبی، تمام معاینات تشخیصی تا ای که ما بتانیم به تشخیص قطعی برای یک مریض برسیم و او را عملیات باز قلبی بکنیم، ما همه امکانات داریم. چون شما بهتر میفهمین عملیات جراحی قلب وقتی قلب باز میشه باید تمام امکانات موجود باشه و فعلا به فضل خداوند ما با تمام امکانات مجهز هستیم، میتونیم هر نوع عملیات های قلبی را اجرا کنیم. بسیار خوب. دکتر صاحب، شما از عملیات جراحی قلب گفتین، کمی هم از اختلالات پس از جراحی قلبی بگوین، ای که کدام ها هستن و چطور ممکن است که از این اختلالات بیمارانی که جراحی قلب داشتن جلوگیری بکنن؟ تشکر، سوال بسیار خوب کردین. اختلالات بعد از عملیات جراحی قلب اکثرا به شکل عمومی بعضی اختلالات خود می داشته باشه، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، که به حد نهایی کوشش میشه که از او اختلالات جلوگیری شود. البته او به یک فیصدی بسیار کم در نزد بعضی از مریضا موجود می باشه. اما بعضی اختلالاتی است، چون شما می دانید که مردم افغانستان از نظر سوی علمی هنوز به او سطح نرسیدن که بتانند در باره امو مرضی که اینا برشان پیدا میشه و عملیات میشن اینا دانش کافی داشته باشن. طور مثال بر شما میگم امراض روماتیسم قلبی در افغانستان بیشترین واقعات خود دارن. عملیات هایی که ما میکنیم، والو های مصنوعی برای مریض، والو های قلب مصنوعی وقتی که برای مریض گذاشته میشه، مریض ما مجبور هستیم به بسیار یک مشکلات بفهمانیم که مریض باید دوای مخصوصی که سبب این میشه که خون باید لخته نشوه والو مصنوعی، اینا باید به صورت درست بتانن پیگیری کنن، به وقت منظم پیش دکتر خود مراجعه کنن تا که از امی مشکلی که بعدا سبب بند شدن والو یا خونریزی های شدید میشه امیر جلوگیری بکنن. که یگانه مشکل عمده ما در بخش جراحی قلبی با مریضای ما به می اختلالات خونریزی و یا بندش والو هاست. دکتر صاحب، شما از اختلالات پس از عمل جراحی گفتین، کمی هم از مراقبت هایی که بعد از عمل جراحی یک بیمار میتونه از خود داشته باشه یا فامیلش باید بدانن بگوین، چی کار باید بکنن؟ تشکر، سوال بسیار خوب است. البته هدف عمده ما پیش مریضایی که جراحی قلب میشه، خصوصا امراض والوولر قلبی که والو های مصنوعی یا دریچه های مصنوعی قلب برای مریض ما جاگذاری میکنیم، مشکل عمده امرای از این هاست. ما اکثرا این مریضا را، پایوازهای مریضا را، کسایی که به مریض بسیار نزدیک هستند، ما
آنها را بسیار به شکل درست مطابق یک تقسیم اوقات بر نزد خود می خواهیم، اونها را می فهمانیم که باید کدام مراقبت ها شود. طور مثال مریض به چی بعد از عملیات چی وقت چقدر وقت استراحت کند، چی وقت باید سرفه بکنه، چقدر باید پیاده گردی داشته باشه، چی وقت معاینات خود را درست انجام بده، کدام پریز ها را داشته باشه، از چی استفاده کنه، چی نکنه. طور مثال با مریض کسایی که مریضی های شکل ساری می داشته باشه باید مواجه نشوه. این چیزایی است که ما اکثرا به می مشکلات گریبانگیر ما دکترای افغانستان است، ولیکن انشاءالله با مرور زمان این مشکلات حل میشه و مردم هم سطح دانششان بالا میشه، میتونه که خودشان و بدون از اینکه دکتر بتونه مراقبت چی بکنه اونا خودشان خود مراقبت بکنن. تشکر یک جان از حضورتان در برنامه و مطالب مفیدی که ارائه کردین. دکتر تیمویان از کابل با ما بودن. تشکر از شما همچنان.